من و سعید دوقلو بودیم و حالا خارج از این که برادر بودیم و خارج از این که رابطه برادری با هم داشتیم، رابطه تنگاتنگ خیلی نزدیکی هم با هم داشتیم، رابطه خاصی داشتیم، نزدیکترین نفرات بودیم برای هم. من و سعید که تو ایران به دنیا آمده بودیم و من در واقع نیم ساعت از اون بزرگترم، درسته دوقلوی، و دیگه همون تو دوران کودکی بود که عمون به خاطر مجاهد بود داخل اعدام شده بود. پدر مادرم هم که سازمان بودن که دیگه تو همون دوران کودکی فکر کنم یک سالم بود که دیگه پیوستیم به ارتش آزادی بخش، که بعد دیگه چند سال نگذشته بود که دیگه خورد به عملیات فرق جاودان که اونجا مادرمون شهادت رسید و هم تو جلوتر رفتیم تا اینکه خورد به جنگ خلیج تو عراق و به خاطر خطرهایی که اینجا بود دیگه سازمان ما رو همه این کودکا رو فرستاد خارج، که دیگه من و سعید رفتیم کانادا. من و سعید دیگه بعدش دیگه تو کانادا بزرگ شدیم، دیگه درس می‌خوندیم، دیگه زندگیمون رو می‌گردیم دیگه تو کانادا و دیگه تقریبا تا دوران دیگه 16 سالگی بود که دیگه از کانادا اومده بودیم آمریکا، که دیگه تو همون دوران 16 سالگی ها نمیشه گفت جوان کودک، ولی جوان بود هنوز. سعید یه علاقه خاصی شروع کرد نشون دادن به وطن خودش، به اینکه بالاخره کی بود، از کجا اومده، خیلی شروع کرد. از همون موقع مطالعه کردم بالاخره چی بود داستان، مادرش کجا شهید شد. یه علاقه شدیدی نشون داد، این خاص بود برام، عجیب بود. و یادمه که میونه که میگن که مثلا تو دوقلوها یکی یکم شرطره، یکی یکم مقبولتره. تو بین دوقلوها سعید تو ما مقبولتره بود، من کم شرطره بودم. بعد یادمه که میرفتیم مثلا ما تو آمریکا بودیم، به سعید میگفتم سعید من دارم میرم خرید با دوستام، تو نمیخوای با اون بیای؟ گفت نه من دارم میرم آکسیون، تو برو خرید. آخرین باری که سعید رو دیدم دیگه زمانی بود که من داشتم خودم از اشرف میبودم به لیبرتی، من خودم سری هفتم اومدم و من میدونستم سعید میخواد بمونه، ولی فکر میکردم سری هشتم میاد به لیبرتی. و تقریبا دو هفته آخر بود که تو اشرف بودم دیگه همیشه با سعید بودم، مثلا صبح میرفتم سر کارم دیگه شب میبودیم با هم بودیم دیگه، تا دیر وقت میشستیم با هم گپ میزدیم این برانور، چون میدونستم دارم میام اینجا به زودی. و سعید همیشه میگفتش که ببین بیا یکم خط فارسیت کار کنم باهات. خط خودش خیلی قشنگ بود، نه سلیق مینوش. من خطم زیاد خوب نمیشه، بابا بلم کن سعید با تو هم. من کامپیوتر دارم، اون کامپیوتر کار میکنم مسلطم، بابا تو با فارسی بین خط یاد بگیر فلان اینا. خیلی با هم کار کردم، دو هفته آخرم که باش بودم تو اشرف واقعا خطم روش پیدا کرده بود، باش کار کرده بود، اما هیچ ما هم مثل اون نشد. ولی دیگه آخرین باری که دیدمش دیگه لحظه بود که داشتم خداحافظی میکردم باش که بیام به لیبرتی، که همونجا با هم ساعتمون عوض کردیم با من یادگاری نگهداریم، که دیگه بغلش کردم که گفتم این دو هفته دیگه میبرمت، که اون معاش کنم من امانو میفروشم بعد میام اونجا. وقتی من خبر شهادت سعید اول شنیدم روز ده شهریور، اولش بیشتر شوکه شدم، یعنی تو درونم نمیتونستم اینو قبول کنم، یعنی نمیتونستم اینو باور کنم. بعد شنیده بودم که این موضوع به این گفتن سعید شهید شده، باور نمیکردم. بعد هی تو ذهنم بود که مثلا شاید تا چند ساعت دیگه نمیدونم یه اتفاق بیفته، بیان بگن که مثلا اشتباه شده بود اصلا، نمیدونم. همش تو این فکر بودم مثلا نکنه الان شب بشه یهو دوباره ببینمش، نمیتونستم باور کنم. که دیگه چند ساعت بیشتر نگذشته بود که یه دفعه عکس سعید رسید، عکس شهادتش، که دستاش بسته بود و اعدام شده بود. و چیزی که اونجا سخت‌ترین چیز اونجا برام این بود که این صحنه رو می‌دیدم با چه شقاوت این کارو کرده بودن، ولی واقعیت اینه که هنوز چشش باز بود، اون لبخند همیشگیش هم هنوز صورتش بود، هر کاری کرده این نتونستن بهم ببرن. ما وقتی اومده بودیم، یعنی از
آمریکا هم دیگه پیوسته بودیم به ارتش، خب طبعا هم من هم سعید میدونستیم مثلا برای چی داریم میایم اینجا دیگه، برای هدفی آرمانی. بعد خارج از این خود سعید هم که میدونست که دیگه مونده تو اشرف برای چی مونده، خیلی موقع هم ترش میکرد به من برسونه، حالا من جدی نمیگرفتم. ولی اگه همین نقش مسیرش هم بخونیم، آخر نقش مسیرش به روشنی نوشته که من برای چی موندم تو اشرف، و خودش گفت من میخوام قیمت رو بدم، مسئولیت خودش میدید. میگویم بگذار رژیم هرچی میخواد توطئه کند، بگذار هر آنچه در توان دارد به کار بگیرد. من مجاهد خلقم و تابلو من همان تابلو 72 تن است که سالها پیش دارم ثبت نام کردم و در این ایام با انقلاب خرمایم آن رو مهم میکنم و آماده پرداخت هر بهایی در این مسیر هستم. از آرمانم که همان آزادی خلق اسیر من از کوتاه نمیام و دست بر نمیدارم تا این رژیم ضد بشری در تمامیت آن سرنگون کنم و به زوالدان تاریخ بفرستم و خورشید آزادی رو به میهن مان به ارمغان ببرم. به فرموده مولای عملی تأکید میکنم اگر از کسرت لشکریان دشمن تمام زمین سیاه شود باکی نداشته من نمی هراسم، چون به راه یافتگی و رستگاری خیش و به گمراهی آنان یقین دارم. درود بر رجوی، زنده باد آزادی. سعید اخوان هاشمی، 8 مرداد 92. ولی من هیچ وقت صادقانه نخوام بگم تو ذهنم نبود که سعید زودتر از من پر میکشه، یعنی که اصلا به این فکر نکرده بودم که مثلا دوچار چین ابتلایی خواهم شد یا نخواهم شد. بنابراین وقتی باش مواجه شدم در لحظه احساس کردم به طور واقعی همه چیز بود برام سعید دیگه. یه دفعه همه چیزم احساس کردم پود شد. اما از اون طرف اگه بخوام بگم هیچی بی هزینه نیست. این آزادی چیزی نیست که قیمت ندیم همینطور بیاد. واقعیت میگیم 52 نفر تو این کهکشان اشرف این فرهنگ بی هزینگی رو جر دادن. یه موقع اینجا ثابت کردم ببین این مقاومت هنوز زنده است، این ارزش مقاومت هنوز هست، فدا هنوز ارزشمنده. این کارش اینو ثابت کردن. تو دنیای امروز که همه از این رژیم یا ترس دارن یا مماشات میکنن میگن نمیشه، اینا ثابت کردن که میشه. چرا نمیشه؟ قیمت میخواد، فدا میخواد. پای حرف اون باید وایستیم. پیام ایستادگی مطلق بود. واقعیت این کاری که اینا کردن تو این سنت این روزگار اینا خرق عادت کردن، اینا اومدن فدا کردن. برای همین بخاطر همین بهش میگیم حماسه کهکشان اشرف. حماسه آفریدن مخصوصا تو نسل اینا پیدا نمیکنی چنین صحنه اینجای دیگه. من خون سعید به من اضافه کرد تو مبارزم، من خون سعید منو زنده تر کرد تو مبارزم، اصلا منو بیشکاف تر کرد که هر چی زودتر باید این رژیم سرنگون کنم. حالا جالب اینه که اصلا رژیم بعد از این کهکشان اشرف اومده گفته که چه پیروزی بزرگی داشتیم و فلان اینو همه کردن. یه مش آدم بی سلاح همینطور قتل عام کردن، جنایت و شقاوت. کدوم پیروزی؟ چه کشکی؟ حماسه اونه بود. این رژیم زمانی میتونه بیاد اعلام پیروزیشو بکنه که این کارو بکنه، مقاومت تمام کنه. اما مقاومت که تمام نشد، جنبش که تمام نشد، زمانی میتونه بیاد بگه که پیروز شده، خون سعیدو بگیره، منو از مبارزم دست بکشه، منو پاسیو کنه تو مبارزم. چنین چیزی نشد که من زنده تر فعال تر شدم تو مبارزم. رژیم باخته تو این صحنه. سعید واقعا یه کوه بود تو تمام زمین ها، از ارزشاش، از ارزشایی که به پیرامونش صادر میکرد، عشقی که میداد، واقعا عشقی یک سوی جنگ، سرشاری، نمیدونم قیمت دادن برای بیرون از خودش. واقعا چنین آدمی بود، یه از این آدمی بود که محبوب بود. دیدی مثلا تو جامعه هم حتی بری سری آدم اصلا محبوب ترن، همه دوستشون دارن، دوست دارن، شفترن با بقیه، احترام میذارن به بقیه، کمک کار بقیه هستن. سعید واقعا از این آدم ها بود، واقعا کوه بود. از این به بعدم خون سعید تو من زنده است. خون سعید هرگز از یاد نخواهد رفت. کی میتونه از یاد ببره خون سعید ها؟ پیامی که این داشت، ایستادگی بین سعید و این 52 تا تو تاریخ سازمان، تو تاریخ ایران ثبت شدن به عنوان یک حماسه فداکاری. دیگه رژیم بالا بره پایین بیاد، اینا تو اوجن.
تو اوج رفتن. همونطور که برادر مسعودم تو پیامش گفت و از سعید نام برد به عنوان گل سرخ دیگری در انقلاب نوین ایران. خیلی ماها وای میستم تو خلوت خودم باش حرف میزنم، بعضی وقتایی با خودم میگم سعید کاش بات بودم، سعید منو ببخش، من واقعا کاش میمونم اونجا بات وش رفت، دو نفر هم میبودیم چون کل عمرمون که بالاخره با هم بودیم. لحظات اینطوری دارم بالا پای میشم، اما از اون طرفم فقط اینو تو خودم زنده نگه میدارم که از این بعد این مسئولیت منه که این سعید رو ادامه بدم. فرو رفتن و اینا سعید خوشحال نخواهد کرد، از خود سعید گرفته تا خود فرمانده زهره، خود خواهر زهره که شهید شد، تا خواهر گیتی، این چیز رو به من میرسونه و به بقیه. این رو نشون میده به آدم ها که اصلا به چه علت اینا چرا انقدر توانمندن، چرا انقدر قدرت هم خاطر این سازمان مجاهدین و تک تک افرادش، تک تک عضواش، اینا همه چیزشون رو گذاشتن تو این راه، حاضرن همه چیز رو فدا کنن، خاطر همین انقدر قدرتمندن، خاطر همین هیچ قدرتی نیست که بتونه در برابر اینا وایسته. این خمینی 30 ساله کاری نبوده که نکرده باشه، جنایتی نبود که نکرده باشه، این واقعا حزینه ای نبود که این پاش نیومده باشه که ما رو از بین ببره، هر طور شده ما رو از بین ببره، نتونسته. اونم به خاطر اینکه به سازمان مجاهدین از بین رفتن نیستن. سعیدو گرفتی الان من هستم، منو بگیر، یکی دیگه، یکی دیگه، این نسل ادامه داره، تو تاریخ ثبت شده. چرا ادامه داره؟ به خاطر اینکه روز به روز حماسه جدیدی آفریده خواهد شد. خون سعید نه اولین خون سازمان بود و نه آخرش، این حماسه نه اولین حماسه سازمان بود نه آخرش، و تا روز سرنگونی این رژیم، تا این رژیم هست، این فداکاری ادامه داره، حماسه ادامه داره. الان که هرچی روزا جلوتر میرن خیلی میرم تو این فکر که بالاخره این حماسه چه تأثیری داشته، چه تو جامعه ایران، چه تو اصلا تو مبارزه سازمان، اصلا تو پیشرفتمون، تو همه چیز. ولی واقعیت اینه که هی هم نگاه میکنم هرچی جلو تمرین بیشتر بیشتر تو اوج میریم. واقعیت اینه که از این من چیزی که میتونم بفهمم و این پیامی که برای بقیه باید داشته باشه اینه که این بیستی جواب میگیری، قیمت بدی جواب میگیری، جلو میری، راه گشاست، باید ایستاد، باید قیمت داد و جلو بره. این حماسه جالب بود چون حالا خارج از این که خود سعید رفت، اما دوستای خیلی نزدیک منم پر کشیدن، مثل رحمان، یاسر، امیر، حسن، ناصر و بقیهشون، و خوبیشونی که همهشون با همن، همهشون دو اوج رفتن با هم. در آخرش هم فقط خواستم از همینجا به عنوان مثلا یه صحبتی با سعید خیلی کوتاه فقط یه پیام به سعید بدم که اینی که سعید همونطور که خواستی خواهم بهت بگم که خوشحال باش، خواهم بهت بگم که من راه تو ادامه میدم، هرگز نمیذارم این خونی تو ضایع بشه و فهمتم بهت میگه افتخار میکنم بهت که در اوج سرفراز اینطوری رفتی و فقط هم باعث سربلندی و سرفرازی ما شدی. همه